حمله نادر به افغانستان. افغانستان در قرن 18 برای دنیای آن زمان کشور چندان شناخته شده ای نبود، اما همین کشور گمنام و کم جمعیت در اوایل این قرن قدرت مرکزی ایران را جدن به خطر انداخت و بسیار از شهرهای مهم ایران را متصرف شد. نادرشاه افشار پس از آنکه در شمال، غرب و جنوب ایران بسیاری از قدرت‌های خارجی و داخلی را از میان برداشت، به دنبال درهم کوبیدن آخرین باقی مانده های افاقنه از جمله مبارزه با حسین برادر محمود افغان رفت. سپاه عظیم نادر در 1737 میلادی به نزدیکی قندهار رسید. حسین افغان که مبارزه با سپاه 80,000 نفری نادر را ناممکن میدید، به سرعت عقب نشینی کرده و در شهر به دفاع برخاست. قندهار دارای حصارهای بلند بود و مردم افغان با داشتن آذوقه کافی آماده دفاع از شهر بودند. نادر نیز پی برد بدون یک توپخانه قوی قادر به فتح شهر نیست. بنابراین در اطراف شهر برج و باروهای متعدد به طول 40 کیلومتر احداث کرد و هزاران سرباز ایرانی با تفنگ‌های سرپر هر گونه حرکتی را تحت نظر داشتند. این حرکت آغاز یکی از طولانی ترین محاصره های تاریخ بود. قندهار یک سال در محاصره کامل مقاومت نمود و سرسختی افغان ها مانع سقوط شهر شد، تا آنکه در 1738 حوصله نادر به سر آمد و دستور حمله به شهر را با تمام قوا داد. حمله سخت ایرانیان به تپه ها و برج های اطراف قندهار سبب شد تا استحکامات اصلی شهر مورد تهدید قرار گیرد. نادر سپس دستور داد که توپ های بزرگ را به بالای چند برج بکشند تا از فاصله نزدیکتر بتوانند برج و باروی اصلی شهر را خراب کنند. شدت مقاومت افغان ها سبب شد تا ایرانیان با زحمت فراوان توپ‌ها را بر برج‌های فرعی سوار کنند. در این زمان بختیاری‌ها که سال قبل مغلوب نادر شده بودند، اما اکنون وفادارترین نیروهای او محسوب می‌شدند. آنها موفق به گرفتن برج اصلی شهر شدند و مقاومت یک ساله افغان‌ها در اثر پایداری سربازان ایرانی و قدرت عمل نادر ظرف چند روز شکسته شد. شهر به سرعت سقوط کرد و نادر برخلاف سنت آن زمان شهر فتح شده را غارت نکرد و تنها حسین قلجایی را در مازندران زندانی کرد. فتح بلخ. رضا قلی فرزند نادر نیز همزمان با این عملیات با 12,000 سرباز حمله به بلخ را آغاز کرد. حرکت سریع وی سبب شد تا شهر ظرف 3 روز سقوط کند. اما فرزند نادر نیز که در فتح و فتوحات دست کمی از پدر نداشت، به این بسنده نکرد و بلافاصله قصد بخارا کرد. وی با عبور از رود جیهون یک سپاه 40,000 نفری ازبک را شکست داد و عملاً قدرت دفاعی امیر بخارا را از بین برد. و اگر دستور نادر برای توقف و عدم پیشروی نبود، بیشک شهرهای سمرقند، مرو و بخارا فتح شدنی بودند. البته نادر چون فکر فتح هند را داشت، در این زمان ترجیح می‌داد که خود را با ازبک‌ها، ترکمن‌ها و قزاق‌ها که همگی اقوام جنگجو و خطرناکی بودند درگیر نکند. فتح افغانستان اگرچه در دنیای آن زمان چندان مورد توجه واقع نشد، اما اتفاق مهمی از نظر انگلیس‌ها و روس‌ها بود و پیروزی سریع و کم تلفات ایران در این نبردها سبب شد تا قرن‌ها انگلستان به خاطر ترس از ورود ایران به هند سیاست تضعیف ایران را جلو ببرد. قندهار در جنوب و بلخ در شمال افغانستان
هر دو شهرهای تسخیر ناپذیری به حساب می آمدند. در 1842 انگلیسی ها یک لشکر کامل خود را در این کشور تا آخرین نفر به کشتن دادند و در 1880 مجدداً انگلیسی ها طعم سرسختی افغان ها را در نبرد چشیدند. یک قرن بعد روس‌ها نیز نتوانستند از حمله به افغانستان سودی ببرند و میتوان به جرأت گفت تنها فاتح افغانستان در تاریخ 3000 ساله این منطقه تنها نادر بوده است. فتح افغانستان به ویژه قندهار مقدمه حمله به هند بود و از این نظر قدرت‌های اروپایی نگران نزدیک شدن یک نیروی زمینی بزرگ به منافع خود در آسیای جنوبی بودند. نکته دیگر این که نادر و رضا قلی در جنگ‌های افغانستان چنان ضربه‌ای به افغان‌ها زدند که برای همیشه خطر از جانب آنها برای ایران منتفی شد.